بسم الله الرحمن الرحیم. توی کربلا دو تا گروه روبرو هم ایستادن، یکی آقا امام حسین و یک سری از اصحابشون، یک سری هم مردم کوفن به فرماندهی عمر سعد. دو تا جبههی که روبرو هم هستن، هر دوتاشون نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرن و مناسک دین رو رعایت میکنن. و چجور میشه اینا مقابل هم قرار میگیرن؟ من الان شخصیت شمر رو برای شما بگم که توی ذهن ما شاید یک انسانی باشه که افعالش خیلی منفور باشه برای ما، کارهایی که انجام داده. شمر یه آدمیه که 16 سفر پیاده رفته حج و وقتی میرسید به کعبه دست به حلقه کعبه میزد، جوری مناجات میکرد که بعضی از حجاج حجشون رو رها میکردن، طواف رو وای میستادن، با مناجات شمر با خدا گریه میکردن. کسی که توی صفین تو رکاب آقا امیرالمومنین بوده، مجروح شده، یعنی جانباز جنگ صفینه، خیلی هم میگن اهل نماز بوده، در روایات داریم. خب این چجوری مقابل امام حسین قرار گرفته؟ چرا مقابل امام حسین قرار گرفته؟ چرا بدترین کارهای ممکن رو انجام داده؟ کارهایی که شاید یک انسان معمولی که هیچ نسبتی با ظواهر دین نداره حاضر نباشه انجام بده. من از شما یه سوال میکنم، توی یه مرکزی که از نظر ما مرکز فساده تو هر جای دنیا، شما یه بچه خردسالی رو با خودت ببر، به اونهایی که ما اونها رو فاسد میدونیم، آدمایی میدونیم که مسیر درست رو نمیرن، بهشون بگو این بچه تشنه است. من از شما سوال میکنم، شما با شناختی که از این دنیا دارید، فکر میکنید از اون مرکز فساد دست خالی بیرون بیاید؟ یعنی بچه شما سیراب نشه؟ یعنی یک آدمی که از نظر ما فاسده حاضر تشنگی یک بچه 6 ماهه رو ببینه هیچ اقدامی نکنه، در حالی که میتونه یه اقدامی انجام بده؟ یعنی یه بطری آب اونجا به شما نمیدن؟ اما کسایی که اهل نماز بودن، اهل روزه بودن، حج رفته بودن، پیشونیاشون پینه بسته بود از سجده‌های طولانی، به یک بچه خردسال حاضر نشدن آب بدن. پس اینا از نماز به چه ثمری رسیدن؟ نماز از اونا چی درست کرده؟ خب این ما رو میرسونه به این نکته که پس هر نمازی نماز نیست. هدف از نماز چیه؟ ما تو نماز دنبال چی میگردیم؟ من برای چی باید روزی 5 بعده بیام بشینم با خود خدا مشغول صحبت بشم؟ قرار این منو به کدوم کمال معنوی برسونه؟ همنشین در همنشین نمیتونه تأثیر نذاره، همنشینی تأثیر گذاره. امروز به عنوان یه دارو ازش استفاده میکنن. آدمایی که یک عادت غلطی رو دارن جمع میکنن، یه جا با هم همنشین میشن، از این عادت غلطشون میگن و این عادت غلط رو ترک میکنن، این عادت غلط رو میذارن کنار. پس همنشینی خیلی موثره. نماز در از همنشینی با خداست. ما قراره از اون صفاتی که در خدا هست در خودمون ایجاد بکنیم، البته به اندازه ظرفیت بشری خودمون.